دوستان عزیز سلام عرض ادب امیدوارم که حالتون خوب باشه یه اطلاعیه جدید و مهم از میملند منتشر شده که توی این ویدیو قراره با هم به صورت سریع و خلاصه این اطلاعیه رو بررسی بکنیم و آپدیت و اطلاعات لازم رو به شما عزیزان بدم و در جریان بذارمتون اطلاعیه که منتشر شده بچه اگه بخوایم نادید بگیریمش یا بهش توجه نکنیم یا تایمش بگذره ممکنه که یه نامردی از سوی میملن باشه و باعث بشه که سهممون توی ایردراپ فرضی پیش رو کاهش پیدا بکنه یا سرمایه و بالانسمون از دست بره در مورد ایردراپ و بچه اعتبار میملند قبلا توی ویدیو با هم دیگه مختصر مفید صحبت کردیم اصلا نمیخوام دیگه صحبت های تکراری بکنم فقط اینو بهتون بگم که با هم به این نتیجه رسیدیم دست اون به هیچ جایی نمیرسه از نظر اینکه بخوایم اعتبار میملند رو پیدا بکنیم نه یه جا تیک آبی داشته باشه اکانت وریفای شده داشته باشه و تصمیم دیگه شد با خود کاربران گفتم دوستانی که اهل ریسک هستن میخوان خیال خودشون رو راحت بکنن که بعدن چیزی از دست ندن یا دیگه ریسک کرده باشن میتونن یه دو دلار خورده بیان آقا کارمز یا همون تراکنش رو انجام بدن خیال خوشن رو راحت کنن تو ایردراپ حداقل شرکت کنن دوستانی که نمیخوان کلا ریسک بکنن دیگه بحثش جدا تصمیم با خودشونه و خب خو راجع به این مسائل بچه با هم صحبت کردیم الان فقط یه سوالی که مطرحه اینه اول جواب این سوالو بدم بعدش میریم سراغ اون اطلاعیه دوستان عزیز میپرسن که بالاخره ایردراپش چی شد چرا توکنا واریز نشد تایمی تا که اعلام کرده بودن چی شد که قراره توکنای ما سهم اردا به بشه زمان لیست کیه یه سر میریم داخل کانالشون بچه جوابتون رو من از اینجا بدم باور کنید به خدا دست خود منم نیست اینجا توی یک اطلاعیه شون 31 اکتبر اعلام کرده بودن که تا 11 نوامبر میتونید استخراج و ماینینگ رو ادامه بدید بعدش از 15 نوامبر که میشه 25 آبان چهار روز پیش گفته بود که سهم ایردراپ کاربران براشون واریز میشه یعنی شروع میشه از این تاریخ سهم کاربران واریز شدن و کاربران هم دریافت کردن و گفتش که بعدش نوبت لیستینگه توکنشون که خواست داخل صرافی لیست بشه یعنی هماهنگی و با صرافی ها انجام داده بودن گفتش که یه هفته قبلش ما به شما اطلاعیه رو میدیم یعنی در جریان میذاریمتون که توکن ما یعنی همون نیمز قرار لیست بشه خب این شد از این داستان و بچه چهار روز گذشته فعلا خبری نیست ممکنه که به تاخیر خورده باشه و نمیدونم دیگه داستان چه جوری است. بریم بچه سراغ اطلاعیه و صحبت های مهم اطلاعیه که بچه جدیدن صادر کردن یعنی اطلاعیه که منتشر کردن بگم بهتر حالا صادر یه جور گفتم اینگار اینا کی هستن خب اطلاعیه مربوط به 14 نوامبر یعنی 24 آبان 5 روز پیش بچه من اصلا واقعا ندیدم این اطلاعیه چون در مورد میبلن قبلا صحبت کردیم داخل کانالشون هم اصلا دوست نداشتم از باشم و این اطلاعیه مربوط به پنج روز پیش یک روز هم تایمش گذشته ولی همچنان هنوز میشه انجامش داد ببینید توی این اطلاعیه گفته که شانس خود را از دست ندهید قبل از 18 نوامبر یعنی همون 28 آبان خودمون که میشه دیروز میمکوین های خود را به میمز یعنی توکن ما توکن میملند مبادله کنید عجله کنید و از این فرصت محدود استفاده کنید اجازه ندهید از بین برود خب اینجا ببینید دوباره این قابلیت سواب کردن و تبدیل میم کوین هایی که ما با ماینینگ داخل این پروژه به دست آوردیم و که بخوایم تبدیل کنیم به توکن خودشون رو دوباره آورده قبلا بهتون نشون داده بودم که بچه برداشته بودن و اون فرصت از دست رفته بود ولی دوباره آوردن و همچنان خوبیش اینه که یه روز تاریخش گذشته فعاله و فکر میکنم همچنان یکی دو روز دیگه هم باز تاخیر داشته باشه خب حالا تکلیف چیه و کار درست چیه ما انجام بدیم اطلاعی اصلا داره به ما چیو میگه از اینجا به بعد لطفا بچه با دقت بیشتری گوش بدید چون هیچ چیزی به صورت قاطعانه نمیشه گفت و اطلاعات دقیق در دسترس نیست باز میگم تصمیم نهاییش با خودتونه هدف من اینه که درست راهنماییتون بکنم درستن اطلاعاتو اطلاعات بدم که بتونید تصمیم درست بگیرید و حداقل درست عمل بکنید ببینید بچه ها توی اطلاعیش که ما فهمیدیم داره میگه شانستون رو از دست ندید اجازه ندید شانستون از بین بره و آخرین فرصت برای اینکه شما این میم کویناتون رو تبدیل به توکن ما یعنی میمز بکنید یعنی یه جایی داره علنا به ما میرسونه که سرمایتون از دست قراره بره و از اولم بچه مشخص اصلا هدفشون این نبوده که این میم کوین ها رو به ما اجازه برداشت جداگونه بدن یعنی فقط واسه این آوردن که یه جنبه نمایشی داشته باشه مثل آقا پروژه های دیگه که ما میایم مثلا سکه ماین ما میکنیم اینا هم سکاشون همین بوده فقط اومده کاربر رو گول زده و به صورت خلاقانه از توکن ها میم های آشنایی که همه کاربران میدونن لیست شده اومدن استفاده کردن که کاربران مجذوب شن و دیگه توجهی نمیدونم به تیک آبی و نمیدونم اکانت های وریفای شده شون نکنن اوکی تا اینجا رو گرفتید دومی شم که در مورد همین بالانس فیکشون قبلا صحبت کرده بودیم اینم دومی خلاقیتشونه و هیچکس قرار نیست این موجودی رو کامل دریافت بکنه چون 3.5 میلیون کاربر فعال داره اگه هر کس این این مقدار موجودی داشته باشه هولوش 400 500 میلیون دلار باید به کاربرا بدن که یه رقم کاملا خیالیه و توکنشون که بخواد لیست بشه مطمئن باشید بچه بالانستون خیلی خیلی میاد پایینتر تکلیف اینه که بچه این میم کوین ها به نظر من همشون جنبه نمایشی داشتن و شما تنها کاری که میتونی بکنی اینه که تا تایمش تموم نشده بیای آقا سواب بکنی به توکن اصلی خودشون یعنی میمز که سواب کردنش هم خیلی راحته و پیشنهاد من بهتون اینه که این کارو بکنید حداقل میمزتون بره بالا زمانی که لیست شد حداقل آقا دیگه سهم بیشتری داشته باشید و اگه انجام ندید به نظر من میسوزه ببینید خیلی راحته به عنوان مثال من الان ببینید 23 23 تا موجودی دوچ کوین دارم میام میزنم مثلا 5 تا 5 تا رو به همین راحتی تبدیل میشه به 145 تا میمز و کانفیرمو که بزنم به همین راحتی بله ببینید تبدیل شد و به نظر من بیاد همه اینا رو سواب بکنید چون خودشم باز میگم توی اطلاعی گفته بود که از دست ممکنه بره شانستون اوکی و به منطقی بچه این دیگه حرکت منطقی بچه به نظر من همین بود اگه موافقید شما هم لایکاتون بزنید توی کامنت بنویسید ما بقیه کاربرام راهنمایی بشن نظرتون حتما حتما بنویسید به نظر شما کار درست چیه اگه ویدیو رو پسندید لطفا بچه سابسکریب کنید منتظر آپدیت های بیشتر خبرای جدیدتر باشید که سریع بهتون اطلاع رسانی میکنم تو قالب ویدیو و کانال تلگرام اون رو هم فراموش نکنید لینک توی دیسکریپشن آقا خیلی چاکریم